با استفاده از دستگاه‌های پرتونگاری پیشرفته و میکروسکوپ‌های قوی، امین قطاب قادر به مشاهده سلول‌های مغز و ارتباط آنها در محل پایانه‌های عصبی است. ما در حقیقت به نیای سلولی نورون‌ها در مغز نگاه می‌کنیم. این سلول‌ها توان تجدید و بازآفرینی سلول‌های مغز را در شبکه‌های فعال عصبی دارند. سلول‌های مغز از طریق پیام‌های شیمیایی و الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و در صورت نیاز پروتئین‌های مخصوصی وجود دارد که امکان رشد یک سلول عصبی تازه را از سلول‌های نیمه تمایز یافته فراهم می‌کند. و حالا تیم پژوهشی دانشگاه رایس متشکل از پزشک، بیولوژیست، نانوتکنولوژیست و متخصصان الکترونیک در تلاش هستند تا جزئیات سازوکار پیام رسانی و رشد و نمو مجدد نورون‌ها را مشخص کنند. هر سلول مغزی در اینجا تحت تأثیر محیط و سلول‌های مجاور قرار داره و ما در این مرحله به سلسله واکنش‌هایی نگاه می‌کنیم که موجب برانگیخته شدن یک سلول توسط سلول‌های اطراف میشه. در این لابراتوار نمای جالبی از گستردگی شبکه سلول‌های عصبی وجود دارد و پژوهشگر ارشد این پروژه میگه این تصویر کمک به درک پیچیدگی‌های این شبکه می‌کند. چیزی که ما تلاش می‌کنیم بفهمیم اینه که چگونه پیام‌های شیمیایی به یک ساختار خاص فرستاده میشن و موجب فعال شدن آن ساختار و ارسال پیام‌های الکتریکی به سایر قسمت‌ها میشن. پژوهش دانشگاه رایس یکی از پروژه‌های نهاد پیشگامی است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اختصاص 300 میلیون دلار بودجه تحقیقاتی برای تهیه نقشه ژن‌های انسانی بنیانگذاری کرد. و امین قطاب امیدوار است پروژه تحقیقاتی آنها با تقویت دانش عصب شناختی و شناخت سازوکار رشد و تکثیر سلول‌های عصبی امکان درمان‌های مؤثر برای آلزایمر، سکته مغزی و سایر بیماری‌های اعصاب را فراهم کند. دانشگاه رایس قرار است به زودی با تهیه یکی از پیشرفته‌ترین کامپیوترهای جهان تحلیل داده‌های گردآوری شده این تیم پژوهشی را آغاز کند. شیده رضایی، صدای آمریکا.